مثال 104 با اطمینان از اینکه زبان زبان انگلیسیه، کلیه آیکون های نوار وضعیت غیر فعال هستن، حرف L رو در خط فرمان تایپ میکنیم، فهرست پیشنهادی فرمان لاین رو پیشنهاد میده، کلید انتر رو میفشاریم، specify first point، specify تعیین کردن first point نقطه اول، مختصات نقطه I رو 20 و 10 معرفی میکنیم، کلید انتر رو میفشاریم. من با حرکت دادن قطعه وسط موس بزرگ نمایی رو تنظیم میکنم. specify next point روی آیکون ارتو مود در نوار وضعیت کلیک چپ میکنیم، پاره خط مجازی رو به سمت پایین حرکت میدیم، عدد 5 رو تایپ میکنیم، کلید انتر. با حرکت دادن قطعه وسط موس بزرگ نمایی رو کنترل میکنم. specify next point پاره خط مجازی رو به سمت راست حرکت میدم، عدد 10 رو تایپ میکنم، کلید انتر. specify next point پاره خط مجازی رو به سمت بالا حرکت میدم، عدد 5 رو تایپ میکنم و کلید انتر رو میفشارم. در برابر اعلان specify next point کلید انتر رو میفشاریم تا از فرمان خارج بشیم. حروف C H A رو معرف فرمان چنفر در خط فرمان تایپ میکنیم، کلید انتر رو میفشاریم، فرمان چنفر اجرا میشه. در قسمت current چنفر تنظیمات پخ، چنفر یعنی پخ زدن، اینجا میبینیم که دیستنس یکش عدد صفره و دیستنس دو هم عدد صفره. ابتدا میبایست روشی رو که برای پخ زدن میخواییم اجرا کنیم و انتخاب کنیم. اینجا ما از روش دیستنس استفاده میکنیم، یعنی در روش دیستنس میزان پخ رو در دو پاره خط معرفی میکنیم، زیر مجموعه دیستنس حرف دی رو تایپ میکنیم، کلید انتر رو میفشاریم. در برابر اعلان specify تعیین کردن first اولین چنفر دیستنس، دیستنس فاصله، چنفر پخ، عدد 2.5 رو در خط فرمان تایپ میکنیم و کلید انتر رو میفشاریم. اعلان specify تعیین کردن second دومین چنفر پخ دیستنس فاصله، در داخل کارت پیشور عدد 2.5 هست، ما اینجا عدد 2.5 رو میخواییم، 2.5 رو میتونیم تایپ کنیم، کلید انتر رو بفشاریم. select انتخاب کردن first line، من این پاره خط رو به عنوان first line یا خط اول انتخابش میکنم با کلیک چپ کردن. select انتخاب کردن second line، second line خط دومه که در واقع این پاره خطه، اگر مکان نما رو مربع انتخاب و حتی روش قرار بدم در حالت پیش فرض میتونیم نوع پخ رو اینجا ملاحظه کنیم و روی این پاره خط اینجا کلیک چپ میکنیم. فرمان چنفر اجرا شد، حروف C H A رو در خط فرمان تایپ، کلید انتر رو میفشاریم. این بار برای پخ زدن از زیر مجموعه انگل استفاده میکنیم، حرف A رو تایپ میکنیم، کلید انتر رو میفشاریم. specify تعیین کردن chamfer length on the first line، میگه first line خط اول، این خط اول ماست، میگه فاصله رو برای پخ زدن روی خط اول معرفی کنین، عدد 2.5 رو تایپ میکنیم، کلید انتر. و specify تعیین کردن chamfer angle زاویه پخ، انگل زاویه chamfer پخ from the first line از خط اول، اینجا از خط اول از این حالت میگیم زاویهش 45 درجه باشه، 45 رو تایپ میکنیم و میایم select first line روی خط اول کلیک چپ میکنیم و select second line خط دوم، اینم به عنوان خط دوم، اگر من مربع انتخاب روش قرار بدم پخ رو میبینید. اینجا اگر ملاحظه کنین این فاصله پخ بود در first line و این قسمت هم که ملاحظه میکنید زاویه بود نسبت به خط اول. اینجا من میام روی این پاره خط اینجا کلیک چپ میکنم و میبینید تونستیم فرمان چنفر رو با استفاده از زیر مجموعه دیستنس و انگل اجرا کنیم.